الو، من دکتر ایلول اردمم، سریع آمبولانس بفرستی. جراحت شدید تو خونه، لوستر افتاده روی بیمار، خونریزی شدید داره، شاهرگش پاره شده. دارم با دو دست فشارش میدم، نمیتونم حرکتش بدم. سریع باید خون تزریق بشه. میتونم آدرستون رو بپرسم؟ آدرس ایوان نخوب. ایوان منو نگاه کن. ایوان بفرمایید. ممنون. دست درد نکنه. آقا با این دسته گل بزرگ و این همه پلاستیک چطور میخوای بری؟ مشکلی نیست، خونه نزدیکه، میبرم. اینطوری نمیشه. من دیگه وسایلمو جمع میکنم به لطف تو. میتونم با این قرازه 2 دقیقه برسونمت. قرازه؟ زحمتت نیست؟ نه خواهش میکنم، چه زحمتی؟ به عاشقا یه سودی برسونم، ثواب داره. ممنون. اما خدای آبجیمونم خوششانسا، قدر تو بدونه. منم خوششانسم، امیدوارم اونم نظرش این باشه. شک نکن همینه آقا، تو این زمونه همچین عشقی به این راحتی پیدا نمیشه. آره خب درست، راحت پیدا نمیشه، اما ما هم دیگه رو پیدا کردیم. آره واقعا ایلول خیلی خاصه، شبیه هیچ کس نیست. ایلول دختریه که 3 تا مردو میزنه زمین، میپرسه 4امیتون کجاست. برای همین انتخاب گل انقدر سخت بود. آبجی خیلی خشنه ها، اما آشه کشک خاله است. گلو میخوای باز خالش هم قبول کنی؟ بله. چقدر به جا گفتم. 5 دقیقه اینا رو جمع میکنم را بیفتیم، خوبه؟ باشه. البته خودم هم میتونستم برم، نصف شبی شما هم به زحمت افتید با این قرازه. امیدوارم برسیم خونه. خدا بزرگه. ایوان منو نگاه کن. ایوان پاشو، چشاتو باز کن. هیچی حس نمی کنم، همه جام بی حسه. این چیز بدیه. نگران نباش، هیچیت نمیشه، نترس. نگران نباش، هیچی نمیشه. دلم میخواد باور کنم، اما انگار دارم میمیرم، طاقت ندارم. نه نه هیچیت نمیشه، من دکترم، بهت میگم هیچیت نمیشه، بهم اعتماد کن. الان آمبولانس میاد تو رو میبریم بیمارستان، باشه؟ هیچی نمیشه، نترس، اصلا نترس، باشه؟ اینطوری با دست نمیشه، یه چیزی مثل تامپون لازم داری. اومده، نگران نباش، همه چی رو به راه میشه، خب؟ نترس. او عزیزم، من اومدم. معذرت میخوام یکم دیر کردم، اما سوپرمارکت سر کوچه چیزی که میخواستم نداشت، برای همین رفتم دورتر. اما یه چیز دیگه هم پیدا کردم. بله ایلول. ایلول اونجا چی کار میکرده؟ نمیدونم، ایلول خواهر توی دیگه، تو بهتر میدونی چرا مرتب از جای پر خطر سر در میاره. نمیدونم به خدا. بله حدس میزدم. شده. 35 سالشه، سینه‌اش جراحت‌های شدید و عمیق برداشته، بیکاس 12، فشار خون 93. دلیل اون چیه؟ شیشه‌ای که تو شاهرگش گیر کرده بود و خودش بیرون کشید اینطوری شد. دارویی چیزی تزریق شد؟ 5 میلی‌گرم مورفین زدن. تو راه اومدنی 1000 cc ایزوتونیک هم زدم، اما خونریزی شدید، فایده‌ای نداره. فعلا کافیه. بیارینش. عزیزم طبقه بالایی؟ این کجا رفته؟ لطفاً نازلیان ندیده باش، لطفاً به خاطر اون نرفته باش. ببخشید گوشی خانم دکتر زنگ میزنه، مونده بود تو آمبولانس. باشه من حلش میکنم. دکتر سلام، اوزگلم. اوزگل؟ اوزگل تو چرا گوشی رو برداشتی؟
ایلول بیمارستانه؟ بله دکتر، الان بالا سر یه بیماره. چطور اومد اونجا؟ همراه بیمار با آمبولانس اومد دکتر. فهمیدم، باشه، خسته نباشی. دکتر کیفتون رو آوردم. باشه، یه اسپانج تمیز لطفا. چشم دکتر. فشار بده. چشم. باید سریع از سینش عکس بگیری. تا اونجا رفتم براش خطرناکه، باید همینجا بگیری. پیک دستگاه و بیار. سردمه. اسمتو بهم میگی؟ افران. افران، داریم سعی میکنیم کمکت کنیم. تو هم یکم تحملتو ببر بالا، فهمیدی یا نه؟ آره؟ فشار خون 90، ضربان قلب 124. افران دستاتو میتونی تکون بدی؟ خوبه. سری 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 بچه ها، سر تختو یکم بکش اون طرف. ایپک بیا اینجا. کمک کن. برای عکس زیاد وقت نداریم، تو راهنمایی کن. باشه. مراقب لوستر باشین. حاضره. میدونم داری درد میکشی، اما تو جایی که میتونی تکون نخور، شنیدی؟ آماده است. باشه، فاصله بگیری. شروع میکنم. خیلی خوب، یکم به سینه نزدیکش کن. یکم سمت لوستر. به سینهش نزدیکش کن. خب، زود باش. خوبه، بیا. برو کنار. میزنم. خوبه. هیموپروناتوراکس خیلی بزرگ و عجیبه. آره، ببین اینجاش. تو قشای شوشا هم هوا هستم، خون به لوله سینه احتیاج داره. باشه، اونش با من. ببین، اصلا تکون نخور. باشه. بنشین، از دوشم بردار. سلیمان خان، من درست شنیدم؟ پسرتون یعنی آقا سینانو میخواین تو کلینیک بستری کنین؟ بله، درست شنیدین. از شما هم خواستم بیاین که کارا رو زودتر شروع کنین. نمیتونم این تصمیمتون رو حذف کنم. چطور میتونید همچین کاری بکنید؟ وقتی گفتم برای مدیریت میخوام تو رو پیشنهاد بدم، درباره راهش اینقدر کنکاش نکردی. چون فکر نمیکردم همچین نقشه وحشتناکی داشته باشین. این یه نقشه نیست، روند طبیعی زندگیه. اما قربان، من همین چند روز پیش با آقا سینان حرف زدم. به نظر من کاملا طبیعی و سالمه. وضعیتش هیچ ثباتی نداره. بعد از مرگ دخترش خیلی عوض شده. پسرم دچار اضطراب پس از سانحه شده. این به بیمارستان و خودش صدمه میزنه. بهتر مدتی تحت درمان باشه. مطمئنین؟ پس شرایط خیلی جدیه. منم برای همین میخوام عجله کنیم. من قاطی این بازی نمیشم. بعد از اون اتفاق تلخ، همچین مجازاتی برای آقا سینان بی‌انصافی بزرگیه. من نیستم. بسیار خوب، اجازه بدین ببینم چی کار میتونیم بکنیم. اما میدونین که برای این گزارش یه روانپزشک لازمه. دادگاه ازمون مدرک میخواد. نگران اون قضیه نباشیم، اونا رو خودم شخصا تامین میکنم. وضعیت چطوره؟ شیشه تو بطن چپ فرو رفته. وقتی اومد فشارش پایین بود، اما تو پمپاژ خون مشکلی نبود. متاسفانه تو چشم چپش هم بیمونوتراکسی هست. این بیمار کی آورد اینجا؟ من آوردم. بیمار رو تو این حال زنده نگه داشتی و تا اینجا رسوندی. واقعا تبریک میگم. برای اینکه بفهمیم با چی طرفیم، باید اینو از اینجا در بیاریم. تونستیم عکس بگیریم یا نه؟ بله، یکم مشکل بود اما همینجا ازش عکس گرفتیم. پس حالا باید اینو بدون اینکه جراحتشو بیشتر کنه بکشیم بیرون. پس اینجا رو، اینجا رو و اینجا رو برش میدیم. باز گل خانم، یه رو پوش برام بیارین.
دستکشم بیاریم. سمت همه چیو درست میکنه. اون میتونه. میتونه مگه نه؟ اگه نتونست چی؟ اون وقت نمیتونم به اسما برسم؟ اسما؟ عشقم تو اینجا چی کار میکنی؟ آلپ، من فکرامو کردم. به چی عشقم؟ بابا استاد الیاسفو میشناسه، وقتی ببینتش همه چی قاطی میشه. امکان نداره اجازه بده ازدواج کنی، برای همین منم. تو هم چی؟ اسما نگو از خونه فرار کردی. فرار کردم. اسما تو چی کار کردی؟ نور رو نزدیک کنین. خسته نباشین بچه. توموگرافی سینه میخوام، نقطه دقیق خونریزی رو بدونم. برای اینکه عمل بشه باید اینو اینو اینم بریده بشه. چشم دکتر. رگی که به دست خون میبره باید عمل بشه. برای برداشتن شیشه، برداشتن اون شیشه یعنی مرگ بیمار از خونریزی بالا. دنبال یه راه دیگه میگردیم که مریض کورکورانه نره زیر عمل. بله درسته. جالبه آقا سینا. میخواستید منو ببینید؟ بله، خواستم با تو یه مشورت بکنم. این عکس رو نگاه کن. همراه قطعه اصلی کلی تیکایی دیگه هم داریم. نمیشه جزئیات رو درست متوجه شد. چرا میشه؟ CNIP میتونه کمکمون کنه. دید سه‌بعدی تو عکس برداری MRI. تو آمریکا سر جراحی مغز استفاده کردن. با این روش از چند زاویه میتونیم نقاط جراحی رو ببینیم. در نتیجه راحت شرایط بیمار رو متوجه میشیم. برای قلب تا حالا ازش استفاده نکرده بودن، اما مشکلی نیست. خیلی خوبه. برنامه ریزیشو خودم انجام میدم. خسته نباشین بچه ها. اون آقا سینان بود؟ عجبا، انگار یکی تنظیماتشو عوض کرده کلن. اولیاش دعواش کردن. آره معلومه، سلیمان خان قشنگ گوششو پیچونده، گفته باید با دوستات مهربون باشی. چه میدونم، خیلی دلم میخواد مغزشو بررسی کنم. خیلی خوب دیگه، من میرم اتاق عمل. باشه منم دنبالت میرم. شده دار استدیو جری. خب شما درباره سینان چی فکر میکنی؟ راستش مطمئنم سینان خودمون نیست، اما نمیدونم این چیز خوبیه یا نه. نه جدی، سینان رفتارش مشکوکه. خدا میدونه پشت پرده این تغییر اساسی سینان چی هست. یه لحظه وایسا، میخوام یه چیزی بهت بگم. چی شده؟ قراره بری اتاق عمل دیگه. من صبر میکنم تا عملت تموم بشه. خب چرا؟ تو برو خونه استراحت کن، چرا منتظر برای میشی؟ برای همین با هم میریم خونه من. شاممون نصفه مون، خودت هم میدونی شام میخوریم، بعدش با هم استراحت میکنیم. نه خب بمونه برای یه شب دیگه، من خیلی خستم، تازه عملم که دارم، دیگه دیر میشه. به هیچ وجه اعتراض قبول نمیکنم. باشه یا اینکه نه قبوله.
درسته. برو خونت قشنگ استراحت کن. باشه برای یه روز دیگه. منم میرم پیش آل به وظیفه پدریم عمل کنم. باشه، فکر خوبیه. اون قضیه پدری و سر فرصت برام تعریف کن. نتونستم با اسما حرف بزنم. هیچی نمیدونم. باشه، تعریف میکنم. فعلا پس. موفق باشی. بابا چی کار میکنی بابا؟ چرا پشت میز منی؟ خودت جواب منو بده. تو چت شده پسرم؟ چی شده که دیوونه شدی؟ تو هیچ ثباتی نداری؟ یادم نمیاد دیوونه شده باشم. هر حرفی داری رک بهم بگو. اینا رو میگم پسرم، این همه دارو چرا تو کشوته؟ این مال من نیست. هیچ کدومشون مال من نیست. همه اینا داروهای ضد افسردگی سینان. تو چی کار داری با خودت میکنی پسرم؟ بهت میگم مال من نیست. من فقط یه آرام بخش ساده میخورم. نیازی نیست این کار کنی سینان. مشکلت هرچی هست با هم حلش میکنیم. چه مشکلی؟ دوباره بگم؟ چند بار باید بگم که بفهمی اینا مال من نیست؟ به من دروغ نگو. همه اینا تو پرونده پزشکیت هست. خبر دارم که میری پیش مشاور. من تو عمرم پیش مشاور نرفتم. دیگه چی؟ نمیتونی همچین کاری کرده باشی. دیگه داری زیاده روی میکنی. پشت سرم کلک سوار میکنی قبول. رابطمون همیشه اینطوری بود. اما این یکی کارت نه. واقعا که نمیفهمم چی میگی. مشخصه که ذهنت به هم ریخته. من فقط خیر و صلاح تو میخوام پسرم. من خیلی خوب میدونم تو چی میخوای بابا، اما کور خوندی. دلتو خوش نکن. بحث نکن. برو و تا خوب نشدی نیا. میرم، اما نه برای خوب شدن. یه عمل مهم دارم. باید برای اون آماده شم اگه اجازه بدی. اسما، منظوره چیه؟ خودت میتونی این حرفا رو حذف کنی؟ میگی برای یه رابطه دو روزه چرا فرار کردی نه؟ میبینم که از رفتارهای رومانتیک قدیمی ها هیچ اثری نمونده. اسما، فرار کردن یا فراری دادن چیش رومانتیکه؟ اینو به من توضیح میدی؟ نمیدونم، چون به نظر منم رومانتیک نیست. اما وقتی رو ناشاریت اسم رومانتیک میذاری حس بهتری به دست میده. خب یعنی انگار ناچار نیستیم. رومانتیکیم، چی کار کنم؟ بابا قربونت برم. عشقم، من بهترین رومانتیسم دنیا رو بهت نشون میدم، اما راهش فرار کردن نیست. روش هیچ اسمی نمیشه گذاشت. در ضمن تو رو فراری بدم کجا ببرم؟ یه نگاهی به اطرافت بنداز. تنها سقفی که الان من برای خودم دارم اینجاست. خدا میدونه وقتی مرخص شدم باید چی کار کنم. من وضعیت خانوادگیمو که نتونستم برای بابا توضیح بدم. میخوای بی خونگیم هم اضافه بشه؟ خونه گیر میاد، چیز سختی نیست. تازه وقتی من و تو با هم باشیم همین چمه جمع برامون خونه میشه. آره میشه. خب یه جورایی میشه، اما برای بابات این جریان خونه و خانواده رو چطوری توضیح بدن؟ چطوری راضیش کنن؟ آماده این؟ بله، منتظر شما بودیم. پس این بیچاره را از این خورد شیشه ها نجات بدیم. نیشتر. هر کاری میخواییم بکنین اما شیشه نشکنه. خیلی دردناکه که مجبور باشی از اتاق مشاهده به کادر اتاق عمل راه و چاه نشون بدی. پنس
شروع کنیم؟ سلیمان خان، چرا خواستین این عملو من ببینم؟ به خاطر سینان. اگه با دقت نگاه کنی متوجه میشی که حق با منه. آلپ پسر، این قضیه پدری رو درست تعریف کن به میتونیم بذاریم برای بعد. دکتر علی‌یوسف، ایپک، میتونیم حرف بزنیم؟ بله میتونیم. در چه مورد؟ ایلول. ایلول؟ اگه موضوع ایلوله یه صحبت سرپایی نیست، بیا بریم پایین. نه لازم نیست، اینجا میتونیم حرف بزنیم. شما تصمیم داریم با خواهر من چیکار کنی؟ تصمیم دارم دوستش داشته باشم. چطور مگه؟ شما رو زیر نظر دارم، شما و اون زنه رو. اون زنه؟ نازلی. اسمش نازلیه یا هر چیزی مهم نیست. متوجه رابطه عجیبتون هستم، اصلا خوشم نمیاد. بیا ایپک جان، بیا اینجا. ایپک، نمیدونم تو چی دیدی و چی فکر میکنیم، اما رابطه بینمون نیست، یعنی بودش 16 سال پیش تموم شد، فهمیدی؟ دکتر من چیزی که دیدم و میگم، نمیدونم. ببینین من با شما مشکلی ندارم، اما از اون زنه اصلا خوشم نمیاد. ببخشید خانم سابقتون، اما اینم بگم که من همیشه طرف ایلولم. اگه خواهرم ناراحت بشه نمیتونم برای کار شما دنبال توجیه بگردم. تو چی دیدی که انقدر عصبی شدی؟ راه رو تو راه رو دیدی، درسته؟ در ضمن رفته خونتون شام درست کرده، چه معنی داره؟ سکوت میکنی؟ نکنین، باید سریع همین الان یه جواب برامون داشته باشین. زود باشی، میدونم که عاشق خواهرمین، اونم عاشق شماست. خب چی بهتر از این؟ چقدرم عالی. اما خواهرم به این و اون، به نازلی، حتی به من شباهتی نداره. منم میدونم که ایلول شبیه هیچ کس نیست، اما وقتی شما مثل چند لحظه قبل سکوت میکنین، کاری انجام نمیدین، ممکنه روشو برگردون و بره و پشت سرش هم نگاه نکنه، ولتون میکنه و میره. ایلول از خیلی ها گذشته، اما نه به خاطر اینکه دوستشون نداره. منو دوست نداشت، بابامو دوست نداشت، خیلی هم دوستمون داشت، اما وقتی میذاره میره این عشق نمیتونه جلوشو بگیره. ببینی پک جان، به خاطر هشدارت خیلی ممنونم، اما من به هیچ کس اجازه نمیدم کاری بکنه که باعث ناراحتی ایلول بشه یا بخواد از پیشم بره. باشه؟ نگران نباشی پک جان. امیدوارم. بیا تو موویز. آقا سینان، خوب پیش میره، ادامه بدی. بله بله. خب حالا یه نفس عمیق و شیشه رو بکشیم بیرون. اشتباه کردم. آرد خراش فرداش، به این پنبه بدی. دکتر بدش. آقا سینا، آقا سینا، آقا سینا، اگه تو 20 ثانیه دیگه کاری نکنیم بیمار میمیره. آقا سینا اینجا تمرکز کنین لطفا. دکتر
الو بابا، ساعت 5؟ چی؟ داری میای؟ باشه باشه بابا، میرسیم باشه. به خوشگه شانس آورتو بریدم، زود باشین، گاز بیارین، سری 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 سری، زود زود زود، عجله کنین، سری تر، خوریزی شدیده، عجله کنین، زودتر، سری سری یکی دیگه، زودتر بیارینش، بودو بودو، سری سری یکی دیگه، عجله کن، زود باش زود باش، فشار بدین محکم تر، سری سری سری، زود باش، برین کنار آقا سینان، برین کنار، سری برین اونور، یه تامپون جدید بهم بده. اینجا رو فشار 90، یه واحد دیگه خون میخواییم، سری خبر بدین، 4 واحد او میخواه، آسپراسیونو ادامه بده، خون ریزی قد شد، تاوانشو پس میدی بابا، نمیتونی منو شکست بدی، منم بهت پیروز میشم، لازم باشه با دشمنت یکی میشم، اما همه چی ازت میگیرم، همه چی رو میگیرم، صاحب همه چی من میشم. سلام آقا سینا، نمیتونی منو شکست بدی، وضعیتش اصلا خوب نیست، دیدی داشت با خودش حرف میزد، حرف که نه دعوا میکرد، بیچاره بعد از مرگ بهار نتونست آروم بشه، سخته لحظه لحظه مرگ دخترش رو دید، واقعا سخته، مرد بیچاره. دوبله شده در استدیو جی، من که با آمبولانس اومدم، ایلول اردم، واقعا نمیدونم چی بهت بگم، اینا دیگه چیه؟ گل، علی این چه کاریه؟ خنده دار شدم. نه خیر، خیلی خوشگل شدی، برش ندار، این گلا رو در اصل میخواستم تو خونه بهت بدم، میخواستم غافلگیرت کنم، اما وقتی اومدم نبودی، حالا که تو نبودی گلا رو بگیری، من گلا رو آوردم پیشه، اما اعتراف میکنم گلا فکر خودمه، ولی وانت فکر دوستمه. پس دوست داشتن علیاسف یه همچین چیزی بوده؟ دوست داشتن علیاسف؟ همچین چیزی داری؟ آره، تو دنیا هیچ کس نمیتونه مثل تو دوستم داشته باشه. خوبه، خب برسونم ات خونه. شوخی میکنی؟ با این میری؟ بله بله. چه
چیه؟ تنوع میشه. خیلی خوب باشه. خیلی قشنگن علی. ای قشنگن، اما هیچ گلی نمیتونه به قشنگی تو باشه. هیچ گلی نمیتونه به خوشبویی تو باشه. خیلی دوستت دارم. منم همینطور. خب بریم. میشینم. رفیق حالا میتونیم بریم. Nereden başlasam anlatılmaz. Ben pes etsem aç bırakmaz. İmkansızdı ya gerçek olmaz. Biter sandın, geçer sandın. Sonu kıyamet, kaçılmaz. Sen beni yandan soranlara sevmemiş gibi yaparsın. Kurtul bu aşktan, kaç. Belki de çok yol alırsın. Sakın söz veririm yolundan alıkoymasın. İyice insan sen, mükemmel olana layıksın. Belki de çok yol alırsın. Sakın söz veririm yolundan alıkoymasın. Ey yüce insan sen, mükemmel olana layıksın. Sen beni anlat, soranları sevmemiş gibi yaparsın. Buldun aşktan ya, ardına bakmadan kaçarsın. Sakın söz veririm aklını karıştırmasın. Sen güçlü insan, tek başına da ayakta kalırsın.